شب شما بخیر. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیشب در سازمان ملل اولین سخنرانی خودش رو ارائه داد. به مباحث زیادی پرداخت، از سوریه و لبنان و فلسطین گرفته تا ترور و تحریم و تکریم. روحانی گفته ایران در پی افزایش تنش با ایالات متحده آمریکا نیست. گفته امنیت ملی ایران ایجاب میکنه همه پرسش‌های منطقی درباره فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو پاسخ بده. آخرش هم شعری از فردوسی خوند و به نام جمهوری اسلامی طرح جهان علیه خشونت و افراطی‌گری رو به سازمان ملل پیشنهاد داده. صحبت‌های روحانی رو شنیدید؟ اگر نشنیدید یا ندیدید از همین الان همراه برنامه روی خط باشید تا ببینید دیشب در سازمان ملل چه خبر بود. نظر بدید و بگید روحانی توقع شما رو برآورده کرد یا نه، اصلا راضی شدین یا نه. از همین الان میتونید با شماره تماس 202-692-4360 همراه برنامه خودتون باشین و در فیسبوک کامنت بذارین و بیاین روی خط. اسکایپ ما هم آماده است و ایمیل هم میتونید بزنید. نظر بدید و اینها راههایی هستش که صدا و نظر شما رو به ما میرسونه تا ما منتشرش کنیم. یادتون نره توییتر روی خط رو تنها نذارید. تو این یک ساعت پیش رو سراپا گوشین. به روی خط دیگه خوش اومدید. شب ایران در سازمان ملل. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیشب به وقت تهران و بعد از ظهر به وقت نیویورک به عنوان 24مین سخنران سازمان ملل پشت تریبون ایستاد و گفت ایران به دنبال تعامل سازنده بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک با دیگر کشورهاست و در این چارچوب در پی افزایش تنش با ایالات متحده آمریکا نیز نیست. من سخنان امروز پرزیدنت اوباما را با دقت دنبال کردم. در صورت عزم سیاسی رهبران آمریکا و خودداری از دنبال کردن منافع گروه‌های فشار جنگ طلب می توان به چارچوبی برای مدیریت اختلافات رسید. در این چارچوب موضع برابر، احترام متقابل و اصول مسلم شناخته شده بین المللی باید مبنا باشد. البته در این زمینه انتظار ما از واشنگتن شنیدن صدای واحد است. حسن روحانی صدای اوباما را شنید. ایران به دنبال افزایش تنش با ایالات متحده آمریکا نیست. این یکی از جملاتی بود که روحانی گفت و دست به دست در توییتر چرخید. روحانی گفت تحریم ها هوشمند و غیر هوشمند، یک جانبه و چند جانبه ندارند. این تحریم ها ناقض حقوق مسلم بشری از جمله حق صلح، حق توسعه، حق دسترسی به بهداشت، حق آموزش و فراتر از همه حق حیات می باشند. نتیجه تحریم ها علارغم هر گونه لفاظی و بازی با واژه ها همون آتش افروزی و جنگ طلبی و نابودی انسان هاست. این آتش فقط دامن قربانیان تحریم را نمیگیرد، بلکه به اقتصاد و زندگی مردم جوامع تحریم کننده نیز لطمه وارد میکند. روحانی گفت آقای رئیس، خانم ها و آقایان، تحریم های غیر عادلانه به عنوان جلوه دیگری از خشونت ذاتاً ضد صلح و ضد بشری هستند که برخلاف تبلیغات تحریمگران دولت‌ها و نخبگان سیاسی را هدف قرار نمی‌دهند، بلکه بیش از همه مردمان عادی را قربانی دعواهای سیاسی خود می‌کنند.
اینا بخشی از سخنان رئیس جمهور ایران بود که با واکنش‌های زیادی همراه شد و مخالفان و موافقان خودش رو داشت. بعضی‌ها رو امیدوار کرد، بعضی‌ها هم ناامید. شما جز کدوم دسته بودید؟ این صحبت‌ها چه برداشتی کردید و ناامید شدید یا امیدوار؟ بیاین روی خط و نظر خودتون رو به ما بگید. منتظر شنیدن صدای شما هستیم. اما خب من فکر می‌کنم همراه برنامه ما وحید از طریق اسکایپ از اروپا با برنامه ما. سلام بر شما. سلام، خسته نباشین خانم ملکی. سپاسگزارم. آقای وحید، شما صدای آقای روحانی رو شنیدید؟ بله، من مستقیما از صدای آمریکا شنیدم. متاسفانه با شرایطی که پیش اومده بود و این امکان رو داشت که ایران و آمریکا بتونه رابطه حداقل مصالحه‌آمیز و درستی با هم شروع کنن، ولی با سخنرانی آقای روحانی متاسفانه به این مرحله نرسید. من برداشتم از این سخنرانی این بود که در سالهای قبل آقای احمدی نژاد با یک ادبیات چاله میدونی و یک ادبیات لومپنوه حرف میزد، ولی ایشون با احترام حرفای آقای احمدی نژاد رو متاسفانه دنبال کرد. هیچ نرمش و یا هیچ گونه احساسی من در این صحبتایشون ندیدم. یعنی فقط فکر میکنین لحنشون تغییر کرده بود اما صحبت ها همون بود، درسته؟ بله، صحبت ها همون بود. چون خانم ملکی، جمهوری اسلامی دستیابی به انرژی هسته‌ای رو تنها ضامن تداوم رژیم میدونه. اگر از این به حساب دست بپوشه، متاسفانه به این فکر میکنه که شاید نتونه در ایران حکومت کنه. به این خاطر حاضر نیستن بگذرن، فقط دارن وقت میخرن، دارن طوری رفتار میکنن که بتونن دستیابی پیدا کنن به انرژی هسته‌ای. آقای احمدی نژاد به نظر من خیلی راحت مستقیم می اومد و اعلام جنگ میکرد، به قول معروف شمشیر ابرو بسته بود، ولی اینها خب با پوشش گذاشتن رو اون نیت و قصد و اهداف اصلیشون میخوان به اون مراحلی که میخوان برسن. متاسفانه من فکر میکردم که شاید این یک راهی، یک گشایشی در کار باشه و آقای روحانی بتونه پیش بره، ولی متاسفانه حالا یا فشار بیش از حد افراطیون و تندرویان ایران روش بود، یا اینکه کلن همینه نظام جمهوری اسلامی که فکر میکنم به جایی نرسن. حالا بازم با این نشست پنج به علاوه یک شاید، ولی من بعید میدونم با اینا، با این صحبتهایی که آقای روحانی کرد. مرسی از اینکه نظرتون رو با برنامه روی خط و بینندگانش به اشتراک گذاشتید. اما سامان از تهران از طریق تلفن همراه برنامه روی خط برنامه خودشه. سلام بر سامان. سلام. ممنون. آقای سامان، شما برنامه آقای روحانی؟ بله، میگم این خسته نباشید، از این گرد بود که شما امشب باید تنهایی جور کل برنامه بکشید. سپاسگزارم، من منتظر شنیدن نظر شما هستم. من خیلی خلاصه عرض کنم. این سخنرانی که آقای روحانی تو سازمان ملل انجام داد یه مسئله داشته دست میاد، اونم اینه که حالا حالاها فاصله داریم با این ارتباط و مذاکره. چرا که به نظر من رو خواهم دیوار بی‌اعتمادی بین دو طرف خیلی بلند تر از این با دو تا سخنرانی. چون آقای روحانی یه سری حرف زد، آقای روحانی سری حرف زد، فقط تنها نقطه مثبت این بود که به هم توهین نکردن. درسته. و خیلی مثلا شما خوشبین نیستید به این صحبت های آقای روحانی؟ من که احساس بودم دو طرف اومدن هم منافع خودشون در نظر گرفتن، همین که مثلا میخواستم بگم ما میخوایم مذاکره کنیم، ولی از اون اصولی که دو طرف رو هم باهاش نقطه مشترک ندارن و با هم نقطه دعوا دارن رو اونا تأکید داشتن. مرسی از اینکه نظرت. من خوشبین نیستم آقای خانم. مرسی از اینکه نظرتون رو با ما از تهران به اشتراک گذاشتین. اما در فیسبوک من نظر ایرج رو بخونم که در صفحه فیسبوک خودش منتشر کرده و با این عنوان: رئیس جمهوری که ناگهان نفس کم آورد. اگرچه برخی تحلیل ها سخنان روحانی در مجمع عمومی رو منطبق بر واقع میدونن، ولی مقدمه سازی سنگین دیپلماتیک
پیش از سفر انجام شد و روحانی از اختیار تام سخن به میان آورد، نشانه های دیگری رو به ما داد. ایرج نوشته از دیروز صبح که موج اظهارات سنگین گروه‌های مخالف بهبود رابطه ایران و آمریکا هم در درون ایران و هم در درون آمریکا شروع شد و بعد هم نتانیاهو که با حرارت تمام به روحانی تاخت، نشان می‌داد که ورق برگشته. گروه‌های مخالف و تونرو که همیشه سر بزنگاه تیر خلاص رو به حرکت مثبت می‌زنند و در هر ائتلافی نانوشته به سر بزنگاه می‌رسند، این بار هم امیدها رو به رگبار بستن و ناگهان رئیس جمهور تازه نفس کم آورد. کمترین انتظار این است که آقای ظریف از طریق همان صفحه فیسبوکش توضیح بده که چه اتفاقی افتاد و آیا تمام این دلخوشی‌ها دوپینگ الکی بود. اشاره کرده به صفحه آقای ظریف. آقای ظریف تنها در حقیقت وزیر دوره آقای روحانی هستش که خیلی فعال هست در شبکه اجتماعی فیسبوک و یکی از کسانی هستش که به صورت مدام داره برنامه سفر نیویورک رو در فیسبوک گزارش میده، اما دو روزه که این صفحه آپدیت نشده. در حقیقت آخرین فعالیتی که از آقای جواد ظریف در صفحه فیسبوکش بوده اینه که در کاور صفحهش رو عوض کرده و با شعری که آقای روحانی در انتهای برنامه سخنرانی خودش خونده بود این سفر رو در حقیقت مزین کرده و این در حقیقت میشه گفت نزدیک 49,500 تا هم لایک گرفته. به هر حال من نظر دیگه میخونم از توییتر از آرش که توییت کرده، گفته حسن روحانی دعوا نداشت، از صلح حرف زد و در قامت یک رئیس جمهور ظاهر شد. این هم نظر آرش بود که توییت کرده بود. اما باز برمیگردیم به تلفن ها و کامبیز که از آمریکا همراه برنامه خودش برنامه روی خط. سلام بر شما. سلام، منتظر شنیدن نظر شما هستیم. خواهش من. من یک تکلیفی دارم که نسبت به برنامه اینه که نه که چون یک کامبیزی هست شما از آمریکا شما میخوند از تفاهات اجتماعی من نیستم، من فقط از صدای آمریکا یعنی از روی خط صحبت میکنم. بعد اصلا خدمت شما که من اصلا نظر مثبت نسبت به آقای روحانی ندارم. همون روزی که آقای روحانی میخواستن در واقع هیئت و وزراشو به دولت چی کنه معرفی کنه، من اصلا خدمتتون آزمودن خطاست. در واقع من تا دیروز که ایشون قبل اینکه بیان و بیان بدن مجلسان ملامات صحبت کنن، حتی در سخن رئیس جمهوری آمریکا رو حاضر نشدن. کدوم قومی کدوم کلید باب فتح یا کلید گروه بازگشایی؟ من اصلا تعجب کردم که حتی بان کی مون میاد میز نهار دعوتشون میکنه به نهار تلفن به خاطر دو مسئله که من یه مسئله اصلی میدونم که یک مسئله اصلی که میکرد دور نشن با اوبر بارک اوباما. خب بشه میدونم یکی از اینان در واقع یکی از رئیس جمهوری دیگه، که البته من بعید میدونم که فقط مسئله مشروب خودی در میز ست کردن مشروب در میز نهار باشه. نه من اصلا اینو نمیدونم. باز هم میگم آزمودن خطاست. من نسبت به آقای روحانی هنوز همون موضع قبلی مدارم. ممنون از کامبیز که همراه برنامه بود. اما اجازه بدید نظر محمد رو بپرسیم که از تهران همراه ماست. محمد، تا الان تمام نظرهایی که توی برنامه اومده نظرهایی بوده که مخالف بوده و در حقیقت خوشبین نبودن به صحبتهای آقای روحانی. نظر شما چیه؟ فکر میکنم محمد صدای ما رو نمیشنوه. محمد محمود فکر میکنم. من اشتباه میکنم. آقای محمود از تهران. من دقت میکردم که اگر من مخاطب هستم جواب بدم. عذرخواهی میکنم. بله، خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم، خسته نباشید. میگم امیدوارم که از زحمات شما هم نصیب خواهتون رو بگیرید. از این بزرگتون در مخالف نظر دوستانی که خیلی بدبینانه قضیه رو دیدن، من به عنوان یک شهروند ایرانی نظرم این هست که همونجوری که ما از آقای روحانی عملکرد همراه با تعادل و چهار اعتدالش رو خواستیم، مطمئنن باید از ایشون در راهکارهای مثبت هم یک توقع اعتدال داشته باشیم. و اعتدال زبان سیاسی این نیست که شما در یک مجمعی که حضور پیدا کردید هر چی که بهتون گفتن بلافاصله اگه نظرتون مثبت هست تایید بکنید و سطح توقع رو مجددا از اون طرف بالا رو برید. قول قدیمی های خودمون یه دفعه از اون برد پشتمون بیافتید. درسته. در همین لحاظ من فکر میکنم آقای روحانی
با داشتن اختیاراتی که به ایشون تفسیر شده بود عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشتن، از این حیث که باب مذاکره رو باز نشون دادن و اون تأکیدی که در سخنرانیشون کردن که این یک شعار سیاسی نیست و این رو به جنبه تأکید مطرح کردن، من فکر میکنم ایشون امیدی رو ایجاد کردن در خب هم مخاطب و هم با یک اعتدال سیاست مدارانه از طرف خودشون که خدایی نکرده مورد مخالفت تندروها قرار نگیرن. درست. ببینید اگر به این ترتیب ببینید ایشون جواب مناسبی با آقای اوباما دادن، آقای اوباما هم با رعایت احتیاط ایشون هم باب مذاکره رو باز کردن منوط به رعایت مسائلی که خب قبلا مطرح شده، این قبلا زمان کوتاهی نبوده، این قبلا یک زمانی بالای 30 سال بالای 3 دهه اختلافاتی که واقعا حالا وجود داشته یا به لحاظ شعاری لازم بوده این اختلافات وجود داشته باشه تا دولت مرتبه به اهدافی که داشتن سعی کنند برسن. امروز من خواهشم از هموطنهای خودم این هست با یه مقدار همراهی با ایجاد یک فضای مناسب برای مذاکره از عملکرد تندروی مخالفین این سیاست یه مقدار جلوگیری بکنن، چون ما اگر امیدمون رو از دست بدیم مطمئنن این مذاکرات هم نتیجه نخواهد داشت و در برگشتشون دوستانی که خب سعی کردن نتیجهی بگیرن بعد از انتخاباتشون انتخاب شدنشون در انتخابات ایران تفاوتی رو نشون بدن به جامعه جهانی، من واقعا نمیدونم این همه بدبینی، این همه ناامیدی، مگر ما توقعمون از آقای لطفاً آقای محمود جناب کوتاهش کنید اگر ممنون میشم از شما. من فکر میکنم منظورم رو بیان کردم. بله سپاسگزارم. در خاطر از وقتی که من دارید. مرسی از محمود. سپاسگزارم از محمود که از قلب ایران نظرش رو با بینندگان روی خط به اشتراک گذاشت. اما دوباره برگردیم به فیسبوک و نظر امیر رو بخونیم. امیر نوشته روحانی فرد اعتدالگراست، پس نباید رفتارهای جنجالی از وی توقع داشت. گفته سخنان روحانی اگر در واشنگتن به خصوص در کنگره درست شنیده شود میتواند تغییری ایجاد کنه. گفته بیش از این که نیاز به تغییر نگاه کاخ سفید داشته باشیم باید تمدار باشیم که لابی ایرانیان در کنگره آمریکا اندکی تعقل داشته باشه. و همطور عارف کاربر دیگه ای هستش که گفته فکر نمی کنم این نوع ادبیات و این نوع گویش ها کلام خود و باور آقای روحانی باشه. این کاربر نمیشه فکر می کنم وقتی مردم با آن صلابت با آقای روحانی رای دادن فکر می کنم با حضور آقای روحانی چهره دیگه ای از مردم ایران به نمایش گذاشته خواهد شد. یک متن کاملا فلسفی با کلیگویی. این نظر عارف بود. گفته کاش بیشتر از این که در مورد عراق و لبنان و سوریه و غیره صحبت میکرد در مورد ایران صحبت میکرد، ولی باز هم از بعد از 8 سال بهتره و این امیدوارم که در این جلسات بعدی صمیمانه‌تر و دوستانه‌تر صحبت بشه. و نظر بهمن که توییت کرده گفته ظاهرا روحانی فقط برای روحانی از متن متنی که تهیه شده بود سخنرانی اختیار تام رو داشت. اما باز برگردیم به بینندگانی که از طریق تلفن و اسکایپ همراه برنامه هستن و محمد که از طریق اسکایپ همین الان به برنامه ما پیوست. سلام بر محمد. سلام برنامه روی خط، بچه‌های روی خط، شما خانم ملکی. به نظر من در حال حاضر در شرایط کنونی نه آمریکا و نه ایران در شرایطی نیستن که بتونن علارغم میل اروپا، روسیه و عراق بتونن هر گونه سازشی با هم انجام بدن، چون در حال حاضر ببینیم که نه آمریکا در موضع قدرت نه ایران، هر دو تا از لحاظ مسائل اقتصادی دچار بحران‌های خیلی پرخیزی بودن و هستن. به همین خاطر در شرایط کنونی خیلی بعید به نظر میرسه که اگه اینا بخوان در چنین شرایطی با هم هر گونه سازشی انجام بدن، چرا که این دشمنی و این به قول معروف چنگ و دندان نشان دادن با هم دیگه هر دو تا از هر دو طرف اینا سود خیلی سرشاری می‌بردن. یعنی این یه دشمنی دو طرفه‌ای بوده که برای هر دو طرف سودآور بوده و هر دو طرف رو از هر نظر بخوای حساب بکنی
خیلی مقتنع کرده و به نظر من این یک شرایطیه که فقط اینا احتیاج دارن که یه مقدار به هر دو طرف به هم دیگه یه چیزای قرض بدن که یه مقداری هوای همدیگه رو داشته باشن، چون خیلی از جاها آمریکا و ایران درسته که با همدیگه یه طورایی دشمنن، اما خیلی جاها هم از سیاست‌های همدیگه طرفداری میکنن. ما تو عراق دیدیم، تو افغانستان دیدیم، تو حالا یه جایی مثل سوریه اینا شاخ به شاخ میشن، اما خیلی از جاهای دنیا اینا سیاست‌های خیلی تقریبا هماهنگی با هم دیگه دارن. الان هم یه شرایطی پیش اومده که ایران در یک موقعیت خیلی بد اقتصادی قرار گرفته، از طرف آمریکا باید یه آوانسی بهش داده بشه که اینم اجازه نفس کشیدن داشته باشه، به طور کلی راه نفسش قطع نشه. اما این یه بازی سیاسی، هیچ گونه به قول معروف نمیشه خوشبین به روابط بین این دو تا بود، چرا که روسیه اینجا یک نقش خیلی مهمی بازی میکنه که بدون تفاهم روسیه امکان نداره ایران بتونه با آمریکا روابطی داشته باشه. اعراب هم اگه که بخوان اونا رو هم در نظر بگیریم، خب اعراب هم نمیذارن که ایران به راحتی با آمریکا رابطه داشته باشه. طرف دیگه هم اروپایی‌ها هستن. اروپایی‌ها هم خیلی به این قضیه با دیده خوب نگاه نمی‌کنن. پس با تمام این تفاصیل، این صحبتایی که داره تو آمریکا انجام میشه خیلی بعید به نظر میرسه که بخواد باب روابطی باشه، چون قبل از اینکه این روابط بخواد انجام بشه باید از لحاظ سیاست خارجی هر دو تا کشور اینا رایزنی‌های خودشون رو با طرف‌هاشون انجام بدن، بعد که به یک نتایجی برسن بیان روبرو هم دیگه بشینن و بگن که ما چرتی انداختیم و دیدیم حالا میتونیم با هم دیگه سازش کنیم. هیچ کدام از کشورهای طرف بین لطفاً که وقت به دیگران هم برسه لطفاً. بله خانم ملکی، اینا تمامش بازی سیاسیه، هیچ نوع سودی برای ملت ایران نخواهد داشت. ماننده مرسی از این که نظر دادید. کوتاه من از شما خواستم کوتاه کنید و امیدوارم بقیه دوستان هم کوتاه صحبت کنند. اما 202-692-4360 این شماره برنامه ماست. از همین الان میتونید تلفن رو بردارین و بیاین به برنامه خودتون نظر بدین، مثل بقیه دوستان که از جای مختلف اومده بودن، از تهران اومده بودن، از اهواز میان، از اروپا میان. اما الان میخوایم بریم آنتالیا از یاور نظرش رو بپرسیم. سلام بر یاور. صدای منو دارین؟ بله. من متاسفانه حرفای آقای روحانی رو نه درش اعتدال دیدم نه تدبیر. نرمش قهرمانانه چطور؟ اون که احتمالاً باید یه برنامه دیگه ای بذاریم در مورد نرمش قهرمانانه صحبت بکنیم، اینجا نرمش که وجود نداره. ببخشید من شما رو قطع کردم. بله بقیه نظرتون. بله سوای این برنامه یک عرضی داشتم به کاخ سفید و دفتر سازمان ملل، چگونه است که کشوری از دیوار دو سفارتخونه بالا میره و هنوز نمایندگان اون کشور میان به سازمان ملل و حتی در تدبیر این آقا به مهمانی دبیر کل سازمان ملل تشریف فرما نمیشن. اینجا من موندم و با خاطرات قشنگی که از ایران دارم. درود بر شما. سپاسگزارم آقای یاور که به برنامه خودتون اومدید. اما به غیر از تلفنایی که به ما میشه، به غیر از اینکه در فیسبوک کلی نظر گذاشتن، کلی جنجال شده تو همه جا، وبلاگ‌ها هم از این قصه دور نبودن و خیلی در مورد چیزهای مختلف نوشتن، هم ایرانی ها هم خارجی ها، چون برای هر دو طرف مهم بوده. من چند تاشو انتخاب کردم که براتون میخونم. یکی از وبلاگ‌ها که برای روزنبرگ هستش که در وبلاگ خودش به واکاوی روابط ایران و آمریکا و براش یه سوال وجود داشته که چرا بالاخره رئیس جمهور ایران پای میز مذاکره با اوباما نشست. این بلاگر توی وبلاگ خودش به آمریکا از قول نتانیاهو گفته که نتانیاهو اعلام کرده به آمریکا گوله تله عسل ایران رو نخورید. اینم وبلاگش.
این وبلاگ انگلیسی زبان روزنبرگ که دارین میبینید، اما وبلاگای دیگه هم بودن، خیلی سرچ ساده ای، خیلی وبلاگای دیگه هم میتونید پیدا کنید. براتون یه نمونه آوردم، اما وبلاگ مالین که ایرانی هستش و در ایران داره فعالیت میکنه، اومده و پرداخته به تمام تیترایی که تو این یک روزه، یعنی همین امروز چهارشنبه، در رسانه‌های ایران در روزنامه‌ها به چاپ رسیده و در مورد اونها صحبت کرده. تیترا اینطوری بوده: روزنامه اعتماد گفته پیشنهاد تاریخی، پیشنهاد صلح بوده که آقای روحانی به سازمان ملل داده، همطور گفته بهار، صلح، امید، آزادی. شرق که اشاره داشته به دیداری که روحانی و اوباما شکل نگرفت و گفته، تیتر زده گفته شاید وقتی دیگر، و آفتاب هم با دیالوگ غیر مستقیم اوباما و روحانی اشاره کرده و بسیاری از نشریات دیگه به غیر از وبلاگ ها، به غیر از روزنامه ها، به غیر از وبسایت ها و یک عالمه تی وی و رادیو که در مورد سخنرانی اوباما، سخنرانی روحانی صحبت کردن، خیلی از روزنامه ها در کشورهای عربی هم در موردش مطلب نوشتن. روزنامه الحیادی که از اون روزنامه است که انگار خوشبین نبوده به این رابطه، کاریکاتوری چاپ کرده که روحانی و در حقیقت نقاب روحانی و در پس اون آقای آیت الله خامنه ای هستش که به هر حال گویا این ارتباط نخواهد برقرار شد و خوشبین نبوده کلا. اما برمیگردیم به تلفن ها و از ایران آقای خانم مطلق. سلام بر شما. بله، با عرض سلام به دیگرانگان و شنوندگان. از زمینی که ما باید بیشتر فرهنگ سازی بکنیم، مثلا همین آب تعارف کردن آقای اوباما یا عادت بسیار خوب ایرانی هستش که مثلا در آمریکا اگر ما آب و تعارف بکنیم میگن خب آب اینجا هست، تعارفی نداره، ولی ایرانی ها معمولا هنگام نوشیدن آب به هم دیگه تعارف میکنن آبو، اگر ما نکنیم میگن چرا تعارف نکرد. فرهنگ سازی باید بشه، عالمی که منقلب هستش و افکار عموم هم مختلف هستش، پس ما باید خوشبین باشیم و روی مسائل تنگ نظری و اینا پشت پرده صحبت بشه، چون همه کس نمیتونن تصویری که مثلا آقای اوباما دارن یا آقای روحانی دارن و داشته باشن، همش نصف تصویره و ما همه رو ناقص میبینیم. راجع به مسائل اساسی صحبت بشه که دیگه احتیاج به سفرهای مجدد و دایره چرخ دوار نباشه همیشه. سپاسگزارم آقای مطلق. ممنونم از این که به برنامه خودتون اومدید. و اما یک اسکایپ تصویری داریم و از نروژ ایرانی ها همه جای دنیا هستن. سلام بر پیمان. سلام میکنم خدمت شما و بینندگان شما. عرض کنم خدمت شما، با توجه به صحبت‌های دیروز اوباما و واکنش عجولانه سران سپاه و سپاهیان وارد شده به مجلس، میشد حدس زد که شب چه خطابه‌ای رو قراره به آقای روحانی دیکته بکنن و ایشون بخواد اون رو بخونه. فکر کنید بس اون دیکته بود، نظر خود آقای روحانی نبود؟ نه، من نظرم اینه که اون دیکته بود و یه خطابه بود. با توجه به صحبت‌های اوباما میشد حد زد که چیزی رو قراره به ایشون دیکته بکنن و ایشون قراره اونو بخونه. محور صحبت‌های آقای روحانی در بعد از قسمت اولش که خیلی فلسفی و شاعرانه بود، قسمت دومش اشاره داشت که ایران همچنان، که میشه گفت حکومت ایران همچنان بر حق خودش نسبت به داشتن انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی اصرار داره، بحران سوریه رو همچنان به آمریکا و متحدانش اروپا نسبت داد و گفت اونا هستن که به مخالفین کمک میکنن و سلاح نظامی میفرستن. نزاع بین فلسطین و اسرائیل رو که اوباما گفته بود ما هر دو کشور رو به رسمیت میشناسیم، ادبیات آقای روحانی فقط تغییر کرده بود. احمدی نژاد قبلا میگفت اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه، آقای روحانی اومد فقط گفت آره از نظر ما کشوری رو که به رسمیت میشناسیم اسرائیل، فلسطین هست. فقط ادبیاتش تغییر کرده. یه سوال دیگه. موازه استراتژیک ایران به هیچ وجه تغییر نکرده. یه سوال دیگه. شما به عنوان ایرانی صحبت آقای روحانی در سازمان ملل شنیدی، کدوم قسمتش وقتی شنیدی افتخار کردی که یه ایرانی هستی و خوشحال شدی از شنیدنش؟ من عرض کنم خدمت شما هیچ جاشو که افتخار نکردم، چون من اصلا از اول هیچ گونه اعتمادی به حکومت اسلامی نداشتم و ندارم، مخصوصا به این گروه که سوپاهای اطمینان حکومت اسلامی هستن، همین داردسته آقای روحانی و خاتمی و اصلاحگران. و
فقط یه نکته دیروز توی صحبت‌های آقای روحانی بود که به نظر من خیلی موثق بود، این که از دنیا و دولت‌ها رو به پرهیز از خشونت دعوت کرد. خب الان دنیا با توجه به این شبکه‌های مجازی و اینترنت دارن می‌بینن خشونت رو تو ایران دارن نسبت به مردم و خودشون دارن نشون میدن. این یه خشونت رو دارن توی سوریه نشون میدن، خود فرمانده‌هاشون کلیپ‌هاش همه هست، دنیا دارن می‌بینن خشونت و ترویج خشونت و صدور تروریسم ما داریم توی لبنان می‌بینیم. این حرفای من نمی‌دونم، یعنی اصلا چطور آقای روحانی روشون میشه این صحبت‌ها رو بیان مطرح بکنن، برای خود من جای سواله. من در آخر فقط یه پیامی دارم، این که ایرانیای عزیز اعتماد میکنن و فکر میکنن که این نظام حالا تحت عنوان اصلاحگران قرار هست خوب بشه و به اصلاح اون اعتقاد دارن، مثل اینی که من نوعی مریض باشم یا مریضی وجود داشته باشه، تومور مغزی داشته باشه، بدون اینکه بخواد بره به دکتر مراجعه بکنه، بخواد بره از امامزاده ویژن درخواست کمک بکنه که آره شفا پیدا بکنه. شما که از طریق اسکار به صورت تصویری اومدید، شما هم میتونید این کار انجام بدید. بیاین به برنامه خودتون صوتی تصویری و الان برین یه استراحت کوچولو چند ثانیه‌ای کنین، دوباره برگردید. مرسی که نیمه دوم هم میخواییم برنامه روی خط رو همراهی کنید. بریم به تهران با سعید. سلام بر سعید. خسته نباشید. ممنون، سپاسگزارم نظر شما. ببینید من قبل از هر چیز میخوام افتخار کنم به بانوی مثل شما که یه تنه ماشاءالله میتونی این شبکه رو اداره کنی، واقعا این یکی از افتخارات ما. سپاسگزارم، ممنون. افتخارات شما سخنان آقای روحانی چی بود؟ ببینید من سه تا موضوع رو میخوام روشن کنم، این اگه اجازه بدید. ببینید اول از اینکه از دیروز که آقای اوباما صحبت کرده تا به الان تو تهران این آیون اصولگرایان و افراطیون به مسخره میگن حسن مرسی، یعنی آقای روحانی رو میگن ایشون یه موسی ایرانه. چرا؟ ایشون آقای اوباما تو صحبتاش اشاره کرد که یعنی آقای روحانی به رأیی که پشت هست اتکا نکن و زیاد نبال به این موضوع، چون آقای مرسی هم رأی داشت ولی حکومتش دوام پیدا نکرد. یعنی روزهای پیش قبل از این که آقای روحانی بره به سلاح سازمان ملل گفته بودن به سپاس، اون لانه جاسوسی آمریکا به جمع اینا که میگن لانه جاسوسی مقر سپاه، گفته بودن آماده باشین که وسایل مسائلتون رو تخلیه کنه که به زودی باید تحویل بدین. در این حد حتی به اینا ابلاغ شده بود، اما با روندی که پیش اومد عین یه آبی که بریزن روی آتیش صلح و دوستی این آتش خاموش کرد و این تبتون فروشش کرد، به دلیل اینکه همون آقای کارشناس دعوت کرده بود آقای سفروف وضعیت ایشون از تلاطمی که روس‌ها و کشورهای عربی از انتخاب آقای روحانی و کابینش داشتن به تکونم افتاده بودن و ما حدیرو سالا اینا با خیال راحت و آرامش به طلا به اهداف قبلیشون رسیدن و دارن همون را مسئله دوباره میتونم به بلندی قسمت اول باشه، فکر میکنم وقت دیگران ضایع بشه. البته من اینو بگم که تمام گفته های آقای سعید علم خود ایشون بود و صحبت هایی بود که نظر شخص ایشون بود. اما برگردیم به فیسبوک و نظر محمد که نوشته روحانی و استفاده از نظریه بازی، گفته استفاده از ادبیات تخصصی و علمی حوزه روابط بین الملل با بکارگیری عبارات نظیر بازی با حاصل جمع صفر و بازی برد برد نشان دهنده تسلط تیم دیپلماسی دولت جدید بر حوزه کارشناسیشون است. محمد نوشته تا پیش از این تحلیلی مبتنی بر نظریه بازی ها چندان در
یه خورده عقب افتادم. چندان وارد کارزار رسمی و عمومی سیاستمداران ایرانی نشده بود و احیانا اگر هم اشاراتی به این بحث میشد چندان آگاهانه به نظر نمی رسید. اما رویکرد اخیر تیم دیپلماسی دولت تدبیر و امید امیدهای تازه‌ای رو برانگیخته که از این پس سیاست خارجی ایران مبتنی بر چارچوب‌های علمی خواهد بود. یه سری هم بزنیم به توییتر قبل از اینکه بریم به تلفن و توییت مریم رو بخونیم که گفته اینکه کسی بلند نشد سر صحبت‌های روحانی جلسه رو ترک کنه و به جز کشور اسرائیل و اون تشویق آخر قدم رو به جلوی بزرگی برای ایران. و اما بریم به ایران با تلفنی که از روزبه می‌خوایم داشته باشیم. سلام بر روزبه. همکارای من میگن روزبه قطع شده اما بازم میریم ایران. این دفعه میریم به شهر ورامین و صدای رضا رو میشنویم. سلام بر رضا. درود میفرستم به تو یاد جان و به خاطر اینکه از قافله دوستان عقب نمونم منم باید اعتراف کنم که برنامه میشه با اینجای شما واقعا دیدنی‌تر شده. سپاسگزارم نظرتون. خواهش میکنم. من به نظرم میرسه که اون دوست عزیزی که اشاره کردن که قدمی به جلو برداشته نشون، من اولا میگم که واقعا همین قدم خیلی خوبه. همین که آقای اوباما و روحانی هر دو مدن و خیلی مؤدبانه بدونی که به هم دیگه پرخاش بکنن حرفاشون رو زدن و موازنشون رو شفاف کردن در مقابل جامعه بین‌الملل. این خیلی خوبه، قدم مؤثریه، ما اینو نباید دست کم بگیریم و این فرصت باید استفاده کنیم به عنوان یه تله برای ایشالله رسیدن به قدم‌های بعدی و آشتی بین دو تا کشور، چون ملت ها که با هم مشکلی ندارن، این دولت ها هستن. حالا من از خوشبینه رضا از ورامین خوشبینه، درسته؟ خوشبین هستین که قدم مثبت برداشته میشه. کدوم قسمت صحبت آقای روحانی رو بیشتر دوست داشتین؟ فکر میکنین خیلی مثبت ثمر خواهد بود؟ میخواستم به اینجا برسن. ببینید من تو برسین خیلی بهتره. آقای روحانی رو پسندیدم. این قسمت صحبت های پرزیدنت اوباما رو، بله پرزیدنت اوباما اون قسمتی که تاکید کردن که قصد تغییر رژیم نداره، این توهم رو شما نداشته باشید که دولت امریکا میخواد رژیم رو تو ایران تغییر بده. من اینو خیلی پسندیدم و به نظرم هم رسید که اینو میشه واقعا خیلی شفافتر کرد و اینو به همه قبولاند، چون خیلی تو ایران تبلیغات رو باور کردن. من فکر میکنم که اگه مثلا ما از خودمون شروع بکنیم توی صدای آمریکا، کارشناسایی که متعلق به جبهه لبنان اینقدر مجال مانور نداشته باشن، این قدم مثبته، چون به هر حال تلویزیون شما یه تلویزیون دولتیه. سپاسگزارم. بحث نقد و بررسی تلویزیون آقای رضا بذارین در برنامه تلویزیون آزادی که داریم، بیاین اونجا هر چه دلت تنگتون میخواد در مورد نقد کنید برنامه رو و نظر بدین. بذارین بریم به قزوین و صدای مجید رو بشنویم. به نظر بنده خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز باید عرض کنم که واقعیتش آقای دکتر روحانی بسیار بسیار سخنرانی جالب و مخصوصی رو داشتن تو تمامی زمینه ها. اون نظری که خب دولت مردان ایران و نظام ایران به اون معتقد هستن بیان کردن. باید خدمت دوستانی عرض کنم که فکر میکنن فرض امریکا یا آقای اوباما خودش این بیننده هست، در صورتی که واقعا باید قبول کنیم که اینطوری نیست که افرادی هستن در کنگره خارج از خدمت رو کنن که خود دولت که خب سیاست های کلی نظام امریکا رو دارن رقم میزنند. به نظر بنده اوباما در واقع سیاست های اونها رو داره. من صدای شما رو خیلی بد میشنوم، نمیدونم اشکال از فکر میکنم صدامون مشکل داره. اگر دوستان من دوباره با شما تماس میگیرن اجازه بدیم بریم به اهواز و صدای پرویز رو بشنویم. خب و اما از امریکا خانم لیلا که ما منتظریم به عنوان اولین زن در مورد صحبت‌های آقای روحانی نظر بدن. سلام بر شما. سلام عرض کردم. نظر شما؟ ولی من از دیروز حکایت آقای روحانی من یاد یه آشنای انداخت که به عنوان مهمون میومد خونه آدم اما همش جست میگرفت و تو قیافه بود، وقتی هم نگاش میکردیم پشتش نازک میکرد و چیزی نمیخورد و از این حرفا. و من همیشه با خودم فکر میکردم که خب اگه قهری برای چی اومدی؟ حالا که اومدی حداقل متمدنانه رفتار کن و مثل یه مهمون واقعی باش.
یه مسئله دیگه‌ای که مدت هاست که بر من علامت سواله اینه که این آقایون جمهوری اسلامی از جمله آقای روحانی و آقای ظریف دقیقاً تو سالهایی که من یادمه که چقدر خارج اومدن تابو بود و ما اگه یه فامیلی داشتیم که در آمریکا یا انگلستان به خصوص زندگی می‌کرد پنهان می‌کردیم و یه جوری ضد انقلاب یا طاغوتی به قول معروف به حساب میومد. البته من کار به این 10 سال اخیر که آزاده‌ها و بچه‌هاشون تو بهترین کشورها دارن درس میخونن و تجارت میکنن ندارم، منظورم دهه 60 و 70 خیلی برام جالبه که اینا داشتن توی دانشگاه های گلاسکو و آمریکا تحصیل میکردن و پدر مادر خانم لیلا که... موضوع برنامه ما صحبت های آقای روحانیه. من نمیخوام بگم که شما دارین درست میگین یا اشتباه میگید، اما موضوع امشب این موضوع، اون شاید یک موضوع دیگه باشه بعد جای دیگه بهش بپردازیم. نظر شما به خصوص در مورد صحبت های آقای روحانی نظرتون رو میخوام بشنویم. حالا شبیه آقای احمدی نژاد منهای توهین ها و تهدید ها و فکر نمی کنم که این دل بستن ها به این روابط و این نو صحبت ها کار درستی باشه. خب از نظر لیلا هم این صحبت ها صحبت های امیدوار کننده ای نبود، اما من میخوام دوباره سر بزنم به فضای مجازی و فیسبوک و نظر کامران که گفته چرا حرفای آقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل جز بخشای محدود کلیگویی و مبهم و پیچیده بود، گفته برخلاف صحبت های آقای اوباما که کلا روشن و کاربردی بود. این کاربر نوشته شاید علت اصلی اینه که برخلاف اینکه آقای روحانی که اختیار تام داره هنوز سایه سنگین حمله تندروها بعد از برگشت به تهران رو بر سر خودش کاملا احساس میکنه، گفته متاسفانه ادبیات رسمی در برخورد با آمریکا آنچنان تابو شده که این جسارت رو از سیاستمداران ایرانی گرفته که وارد گامهای عملی در این زمینه بشن. کامران نوشته اینها مجبورن که برای ارسال ضعیف‌ترین سیگنال مثبت و عملی هم حجم انبوی از گلایه ها و مظلومیت ها و آرمان های خودشون رو بیان کنن. این کاربر در نهایت گفته البته نکته مثبت و کاربردی در این زمینه اشاره آقای روحانی به تعیین چارچوبی برای رفع معضلات و مشکلات بین دو کشور بود که جای امیدواری داره. به هر حال این بحثی بود که کامران کرده بود و خیلی دیگه هم در مورد صحبت کرده بودن، اما خود آقای روحانی هم قبل از اینکه بیاد به امریکا در سازمان ملل سخنرانی داشته باشه در شروع کرد در ایران صحبت‌هایی داشت، مصاحبه‌هایی داشت به شبکه‌های خارجی و از NBC شروع کرد، دیروز هم با CNN شبکه CNN صحبت کرد با کریستیان امانپور که کریستیان امانپور که ایرانی الاصل هستش و در CNN کار میکنه شروع کرده توییت کردن و مباحث مختلفی که با آقای روحانی در میون گذاشته رو در فیسبوک و توییترش داره مینویسه. یکی از نکاتی که کریستیان امانپور در انتهای مصاحبه خودش از حسن روحانی خواسته اینه که از حسن روحانی خواسته برای مردم امریکا به زبان انگلیسی یک پیام بده. حسن روحانی هم به انگلیسی به کریستیان امانپور گفته که من دوست دارم به مردم آمریکا بگویم که من صلح و دوستی را از طرف مردم ایران برای مردم آمریکا آوردم. این هم یکی از جملاتی بود که خیلی در فیسبوک و توییتر دست به دست می‌شد. و اما از لندن امیر با ما، سلام بر امیر. خدمت عرض کنم آقای روحانی، ایشون حرفایی که میزد از طرف خود ایشون نبود، این دیکته شده بود از طرف خامنه ای و اون افرادی که در حقیقت حکومت رو در دست دارن. به ایشون گفتن شما به اینا رو بگین، اینا اومدن گفتن، با یه گروهی اومدن و خلاصه ایشون پرزنتیتیو مثلا ملت ایران بود، ولی در عمل آقای خامنه ای میگه اینو بگو اونو نگو، دستید یا آخره کل حرف ایشون هستش. بعد در یه جای دیگه شما اگه نگاه کنید 34 سال 35 سال اینا بودند، 35 سال دیگه هم باشن هیچ تفاوتی برای ملت ایران شخصی نمیکنه. نه هر روز ایران به سطح بدتر از زندگی میره و حرف همیشون میاد سازمان ملل میزنه ریشه ای نداره، میاد صحبت میکنه که من اینم یا ما این هستیم، ولی در حقیقت من هیچ امیدی ندارم نه به حرف هایشون و به تمام اون کاری که در حقیقت این چند وقته انجام دادن. همین چند هفته پیش بود یه قرار دیگه امضا کردن دوباره با روسیه برای یه نیوکلیر دیگه. خب حالا بعد ایشون میاد میگه نه ما خوبی، ما ایکسیم، ما فلانی. ممنون از امیر که از لندن همراه ما بود. بذارین برگردیم به ایران. از
ایران همراه ما از طریق اسکایپ، فکر میکنم پژمان هستش اگه من اسمش رو درست بخونم، پژمان از طریق اسکایپ همراه برنامه هست. سلام بر پژمان. سلام خانم روی، شبتون بخیر. شب شما هم بخیر. صحبت های امیر رو شنیدین؟ مخالف بود و خوشبین نبود میگفت. به نظر من بله، من مخالف ایشونم. به نظر من آقای روحانی خیلی خوب صحبت کردن. ما نباید انتظار داشته باشیم که یه شبه ما رو هزار ساله رو بریم. ما 8 سال آقای احمدی نژاد رو داشتیم، خلاصه اصولگرایا بودن. خب اصلاح طلبها اومدن یواش یواش دارن راه همراه میکنن برای دموکراسی. مرسی از پژمان که صحبت دموکراسی آورد وسط. اما میریم به اروپا و صحبت های مرتضی رو گوش میکنیم. سلام بر مرتضی. الو. سلام، وقت شما بخیر. خسته نباشید. سپاس. بله سلام، خسته نباشید خانم رویا، انشالله که خسته نباشید. ممنون. حضور تعرض شود که من موافق آقای روحانی هستم. چرا؟ برای اینکه یک راه 100 ساله یک شبه نمیتونیم طی کنیم، این زمان لازم داره. آقای اوباما هم صحبت کردن، آقای روحانی اصلا باید با زمان پیش رفت. این اشخاص که منفی میبافند به نظر من صحیح نیست. آدم باید جهت مثبتی بگیره تا یواشهاش به نتیجه برسه. من میخوام ببینم نکته ای که وقتی روحانی در سازمان ملل از اون یاد کرد و در سخنرانیش به اون اشاره کرد، چه نکته ای بود که شما به عنوان یک ایرانی ازش لذت بردین و فکر میکنین میشه اینو بزرگ کرد و در حقیقت نکته جدیدتری از رئیس جمهورهای گذشته بود؟ همین که آقای روحانی اومد گفتش که کشور ما کشور صلح طلبه، کشور ما چیز هسته‌ای که میخواد برای صلح آمیزی، همین برای ما خیلی اهمیت داره. در مقابلش آقای احمدی تندرویی میکرد، هی ضربه میزد. ایشون اومد رئیسشون تعامل رو بسازه. ولی یه مسئله هم هست در مقابل آقای روحانی و آقای اوباما که میخوان یه کاری انجام بدن، در مقابلش اسرائیل داره چوب را چرخشون میذاره. نتانیاهو میگه ما نه، ما اعتمادی به ایران نداریم. از کجا معلوم که دارن؟ تو دل آقای روحانی مگه؟ اینا باید بشینن پلو هم بشینن صحبت کنن به نتیجه برسن. هیچ وقت هم نمیشه آدم پیشگویی کنی که اون دروغ میگه اون راست میگه. این حرفا باز نظراتشون یا کارشناسایی هستن میشینن صحبت میکنن و تمامشون حل و فصل میکنن جریانو. زمان نیاز داریم که ببینیم بله، چه اتفاقی خواهد افتاد و صحبت های آقای روحانی چقدر به واقعیت نزدیک این نظر شما بود اگر من درست گفته باشم. سپاسگزارم به هر حال در اینکه در برنامه خودتون بودید. ما دور کره زمین رو داریم میزنیم، الان دوباره برمیگردیم به ایران، میریم به شیراز. هم محسن، سلام به محسن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگانتون. سپاس. ببینید صحبت‌های آقای روحانی در سازمان ملل به چند بخش تقسیم میشه. ببینید کوتاه دیگه حتما می‌خواید بگین آقای محسن. بله خیلی خلاصه عرض می‌کنم خدمتتون. من یک دقیقه بیشتر از شما وقت نمی‌خوام. و اینکه صحبت‌های آقای روحانی یه عده رو راضی کرد، یک عده رو ناامید، یک عده رو ناامید کرد و یکی در امیدوار کرد، عذرخواهی میکنم. اما اون عده‌ای که زاده شدن خب سیاستمدارای ایران بودن. ببینید الان آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، وزیر دفاع، سردار صفوی و بعضی از مقامات ایران از صحبت‌های آقای روحانی خیلی خوشحال شدن و تشکر کردن. اما یه عده ناامید شدن از صحبت‌های، یک عده امیدوار شدن از صحبت‌های آقای روحانی و اون سیاستمداران صلح‌طلبی بودن که خیلی وقت منتظر بین صلح و آشتی بین دو کشور بزرگ مثل ایران و آمریکا هستن، که طبیعتاً اینا هم خوب امیدوار میشن نسبت به صحبت‌های آقای روحانی. اما یه عده‌ام به از صحبت‌های آقای روحانی به هراس افتادن و اون تران رژیم صهیونیستی بودن که بعد از صحبت‌های آقای روحانی از صحبت‌های ایشون بسیار هراسان و نگران بودن. و نکته آخر این که یک عده از صحبت‌های آقای روحانی ناامید شدن. زمان رسانه‌هایی مثل صدای آمریکا و بی بی سی و اصلاح طلبانی هستن که متشکرم که از دل ما خبر دارین و متشکرم که به جای ما صحبت می‌کنین. بذاریم برگردیم، امشب از فیسبوک عقب افتادیم، از گوگل پلاس و از شبکه‌های اجتماعی عقب افتادیم و ما برمیگردیم به گوگل پلاس. گوگل پلاس گفته که نمیشه از امیر رو براتون بخونم. گفته به محتوای سخنرانی کاری ندارم، اما از نظر فرم و ادبیات نسبت به سخنرانی قبلی روحانی این سخنرانی ضعیف‌تر بوده. امیر توی گوگل پلاس نوشته که خطابه خوبی نیست.
نیست، یک جایی شبیه مقاله‌های تخصصی پر از کلمات قلمبه سلمبه تخصصی مثل چارچوب‌های مفهومی و یک جایی شبیه یادداشت‌های روزنامه‌ای سیاسیونی روزانه سیاسیونی هستش که حتی یک رمان هم نخوندن و فقط به عنوان محتوا توجه میکنن و کاری به چگونگی گفتن اون ندارن. گفته با سخنرانی مراسم تنفیذ و تألیفی که مقایسه میکنم به نظرم متن سخنرانی آقای روحانی از نظر ظرافت زبانی و ادبی افت کرده بود و به نظر امیر حیف شد. فکر میکنم حیف شد که این فرصت رو از دست دادیم. اما بذاریم بریم به اهواز و صدای پرویز رو از شهر اهواز بشنویم. سلام بر پرویز. شب بخیر خانم مرکز. شب شما بخیر. سپاس. زنده باش. ببخشید می‌خواستم راجع به این سخنرانی آقای روحانی عرض کنم خدمتتون که در رابطه با اینکه ایشون من نمی‌دونم نماینده دولت ایرانه یا نماینده ملت ایرانه. اگر نماینده ملت ایرانه زمانی که تو بحثاش داشت صحبت می‌کرد ایشون باید اشاره می‌کرد که به کل ایران فشار اومده تحت این به حساب تحریم‌های اقتصادی که الان آمریکا تحمیل کرده ایران. به تحریم‌ها هم اشاره کرد. خب درسته اشاره کرد، اما ایشون فرمودن که به ملت فشار میاره، به دولت فشار نمیاره. یعنی چی؟ یعنی دولت در کمال آسایش داره زندگیش میکنه، مردم هر اتفاقی براشون افتاد افتاد. یعنی من باید دارو رو گرون بخرم، یعنی من مریض دیابتی دارم باید بمیره، یعنی من باید گرسنگی بکشم، یعنی من باید بیکار بشم، یعنی کارخونه من باید تعطیل بشه، یعنی کارگری که زیر دست من باید بیکار بشه. خب معنیش اینه. یعنی اون دولت مردی که از طرف من نماینده شده تو سازمان بین الملل داره صحبت میکنه، من ازش انتظار دارم، بهش رأی دادم، ایشون از دل همین تحریما زد بیرون. آقای پرویز میخواین صحبت آقای روحانی رو بشنویم در مورد میخواین آقای صحبت آقای روحانی رو بشنویم که در مورد همین چیزا صحبت کرده؟ یه تیکش رو با هم بشنویم. تروریسم و کشتن انسانهای بیگناه اوج افراط و خشونت است. تروریسم بلایی خشن، فراگیر و فرامرزی است، اما خشونت‌ها و افراط‌هایی که تحت عنوان مبارزه با تروریسم و از جمله استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین علیه مردم بیگناه صورت می‌گیرد نیز محکوم است. در اینجا باید از ترور دانشمندان هسته‌ای ایران توسط جنایتکاران نیز سخن بگویم. آنها به چه جرمی ترور شدند؟ سوالی که از ملل متحد و شورای امنیت باید پرسید این است که آیا ترور کنندگان محکوم شدند؟ این بخش دیگه از صحبت‌های آقای روحانی بود، اما رفتی به صحبت‌های پرویز نداشت. دوباره برمی‌گردیم به پرویز. صحبت‌های پرویز رو بشنویم. پرویز شنیدی صحبت‌های آقای روحانی رو؟ به تحریم بله میدونم. درسته به تحریم‌ها اشاره کردی. آقای روحانی هم به تحریم‌ها اشاره کرده بود و گفته بود که اینا فشاراش بر مردم هستش. حتی اشاره کرده بود که کشورهای تحریم کننده هم تحت فشار قرار می‌گیرند. اما این چیزی هم که الان شما داری می‌گیری باز هم داری اشاره می‌کنی به مردم. یه خورده بیشتر توضیح بده اما کوتاه. خواهش میکنم. میخوام عرض کنم خدمتتون خانم ملکی، ایشون از تروریسم داره صحبت میکنه، دستشون درد نکنه. من خیلی عذر میخوام آقای بشار اسد وقتی بمبای شیمیایی میزنه رو سر مردمش داره 1400 نفر رو میکشه، آیا این کجای منافع ملی ما رو تامین میکنه؟ این سرمایه‌ای که از ایران داره میره یک دیکتاتور روی پای خودش نگه میداره، یا در لبنان کمک کردن به یه حزب تروریستی که تمام اروپا و آمریکا کل دنیا اون رو به عنوان تروریست میشناسه، حزب الله رو، این رو ما تو لبنان داریم سرمایه‌گذاری می‌کنیم، برای جاده درست می‌کنیم، بیمارستان درست می‌کنیم، هتل درست می‌کنیم، بچه‌هاشون به راحتی دارن میرن تو مدرسه، بچه‌های ما تو شیناباد دارن می‌سوزن از سرما و از گرما، هیچ کدومشون اون کناری که باز زندگی کنن زندگی شرافتمندان رو خلوص می‌خوام ندارن. آیا این نماینده ملت منه که داره میره تو سازمان بین الملل داره صحبت می‌کنه از تروریسم؟ آیا اون تروریست نیست از یه دیکتاتور دفاع کردن؟ این کجای منافع ملت ایران داره تأمین میکنه؟ این آقای روحانی باید نماینده من بدبخت بیچاره باشه که اومدم بهش رأی دادم. پرویز بله بیرون. بله من به اصولگراها رأی میدادم، میرفتم به اصولگراها رأی میدادم، کارشون رو ادامه میدادم، من چرا اومدم بهشون رأی دادم؟ بله بفرمایید. اشاره کردی به اینکه رئیس جمهور ما باید باشه، خیلی از کاربرای دیگه هم اشاره کرده بودن به اینکه آقای روحانی باید اول از کشور خودش دفاع میکرد. به هر حال ممنون که از اهواز همراه برنامه خودت بودی، همراه همیشگی برنامه خودت هم هستی. و اما میریم به مشهد و نظر علی رو میشنویم.
سلام. سلام. علی زمان زیادی نداریم، امیدوارم کوتاه بگی و مشخصا در مورد صحبت آقای روحانی صحبت کنی. من فقط صحبت هم اینه که ما یا سفیدیم یا سیاه، یا میخواییم که این نظام باشه یا میخواییم نباشه. وقتی تمام این صحبت رو میکنیم و وقتی ما به این آدم و به آقای روحانی رأی دادیم و ایشون هستن و وقتی که صحبت اینجوری میکنن، میدونیم که اگر بخواد چیزی حل بشه فقط از طریق همین صلح هست و همینه که ما رو به یه سرمنزل میرسونه. در بقیه موارد وضعیت مشابه سوریه یا جاهای دیگه میشه. پس به نظر من آقای روحانی بسیار خوب صحبت کردن و به شرط اینکه قدرت‌های دیگه بذارن که این اتفاق بیفته. مرسی ازت که کوتاه و مختصر صحبت کردی و مرتبط با موضوع امشب. اما من صفحه فیسبوک میخونم براتون از احمد پورنژادی، نماینده سابق دوره ششم مجلس شورای اسلامی، که واکنششون داده به صحبت‌های آقای روحانی و گفته که کمی تا قسمتی مرسی از منهای ده آمدیم طبقه همکف. گفته جناب دکتر حسن روحانی، دیپلماسی تریبون فقط یک بخش کوچک از سپهر دیپلماسی است. میدانی این صحبت آقای پورنژادی بود. و اما رضا کاربری هستش که در شبکه فیسبوک برای ما کامنت گذاشته، مثل هزاران نفر دیگه که گذاشتن. میتونید برید به صفحه فیسبوک روی خط و صدای امریکا، کلی پیغام اونجا هستش که میتونید برید نظر بدین، به اشتراک بذارین. اما رضا گفته اول سخنرانیش ناامید کننده بود ولی خیلی فلسفی و شعاری صحبت کرد، اما رفته رفته شفافتر و امیدوارانه تر صحبت کرد. به هر حال این مشکلات یک شبه به وجود نیومده که یک شبه از بین بره. در ضمن میخواست طوری صحبت کنه که همه رو راضی نگه داره و این کار خیلی سخت بود و کار رو برای سخت کرده بود. و در توییتر هم یه رضای دیگه توییت کرده، گفته دلار 200 تومن گرون شد و نشون میده سخنرانی روحانی به مذاق سرمایه‌دارا خوش نیومده. گفته انصافا همه چیز جدید و انگیزه بخشی هم تو این قصه نبود. و اما صفحه فیسبوک سبا روزنامه‌نگاری که به یه نکته اشاره کرده، گفته که حسن روحانی در صحبت‌های خودش دو تا پارس فرستاد برای یهودیان. سبا در فیسبوکش نوشته که شاید دقت نکردیم، اما آخر سخنرانی روحانی به آیه قرآن اشاره کرد که به زبور و دین یهود اشاره داشت و گفته که نمایندگان کلمیان در مجلس هم، یعنی سیامک مرصد صدق رو به همراه تیم خودش به آمریکا برده بود که این و سبا ضمیمه کرده بود آیه‌ای که روحانی در پایان سخنرانی خودش خونده. به هر حال کلی کاربر برای ما نظر گذاشتن. بذارین نظر پیمانم براتون بخونم که گفته خوشحالم که دکتر روحانی تمام قد از امید و اعتدال حرف زد. اینجای خوشحالیه که رئیس جمهوری از فردوسی میگه، از دموکراسی میگه و از اینکه با ابزار وجود با ابراز وجود کامل از حق ایران دفاع میکنه و تحریم ها رو زیر سوال میبره. اما خب این یکی از خبرهایی بود که در شبکه فیسبوک و توییتر خیلی بهش میپرداختم و بحثای زیادی رو داشت. یک عالمه خبر توش هست، میتونید برید تو شبکه اجتماعی، میتونید با تگ‌های روحانی، سازمان ملل، یک عالمه اوباما، یک عالمه به این بحثا دسترسی داشته باشین، به اشتراک بذارین. اما چند تا خبر دیگه هم بود در شبکه اجتماعی که براتون میخونم. شب سیاه برای استقلال، دیدار رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانی آسیا بین تیم‌های استقلال تهران و فکر کنم اف سی سئول در ورزشگاه المپیک سئول که با برتری 2-0 به نفع میزبان به پایان رسید و برای استقلال بازی رو سخت‌تر کرد. و اما خبر بعدی هم تصویب شدن این تحلیل در مجلس بود که بر مبنای اون فرزند خوندگان میتونن به عقد سرپرست در بیان. این هم جنجال برانگیز شد برای کسایی که به هر حال به نوعی دغدغه کودکان و زنان رو دارن. و همینطور خبر دیگه‌ای که در سوشال میدیا خیلی سر و صدا کرد، افزایش دوباره دلار بود بعد از صحبت‌های حسن روحانی در سازمان ملل. و همینطور زلزله در پاکستان، خبرهایی بود که در سوشال میدیا دست به دست می‌شد و خیلی بهش میپرداختن. اما هنوز خبر داغ صحبت‌های اوباما، هنوز دست ندادن اوباما و روحانی، هنوز بحث این که بالاخره این دو نفر در چند روز آینده همدیگر رو میبینن نمیبینن، برای ایران چه اتفاقی میفته، اینا همه خبرهایی هستش که هنوز هم در شبکه فیسبوک هست. اما فردا ما با ادامه صحبت‌های سازمان ملل و اتفاقایی که اونجا میفته در نیویورک همراه شما خواهیم بود. از همین الان نه 5 6 دقیقه دیگه میتونید بریم فیسبوک، کلی اونجا خبره، میتونید برام کامنت بذارید، منم برتونم الان استاتوس رو می‌نویسم که بتونید اینجا صحبت کنید. از اینکه با من همراه بودین لطف کردید. شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدار، تا فردا.